تو این ویدیو میخوام یکی از بامزه ترین سگهای پاکوتا و اشرافی رو بهتون معرفی کنم که فقط با یه نگاه کوچولو میتونه دل همه رو ببره. این سگ نژادی نیست جز ولش کورگی. سلام به همه ریس فنیا، من رکسر هستم و تو این ویدیو میخوام درباره خلق و خو، شرایط نگهداری، مشخصات ظاهری و اخلاقی این نژاد اشرافی و سلطنتی اطلاعات بیشتری بهتون بدم. فقط قبل از شروع ویدیو ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید و اگرم دارید از اینستاگرام این ویدیو رو میبینید حتما ذخیره کنید، چون یه روز اگه خواستید از این نژاد نگهداری کنید این ویدیو میتونه کمکتون کنه. حاشیه نمیرم، بریم سراغ معرفی. به طور کلی سگهای پاکوتا به خاطر راه رفتن بامزهشون خیلی پرطرفدارن، اما دلیل محبوبیت زیاد این نژاد فقط به خاطر راه رفتن بامزهشون نیست، چرا که ملکه انگلستان عاشق این نژاده و از تعداد زیادی ولش کورگی داخل قصرش نگهداری میکنه. به همین دلیل ولش کورگی تونسته طرفدارهای زیادی در دنیا پیدا کنه. البته که پاهای کوتاه، گوشهای کشیده و تراش خورده و لبخند جذاب ولش کورگی توی این موضوع بی تاثیر نبوده. جالبه بدونید که سگ کورگی شامل دو تیپ پمبروک و کاردیگانه که نوع کاردیگان اون هیکل بزرگتر و دوم بلندتری داره. اگرچه ظاهر سگهای کاردیگان تا حدودی شبیه سگ ولش کورگی پمبروکه، اما در اصل این دو نوع تاریخچه‌ای جدا دارن. خیلی ها معتقدن که سگ کورگی شبیه یه روباه کوچولوه، اما برخلاف روباها خیلی راحت با آدم‌ها ارتباط برقرار میکنه. بریم سراغ ویژگی‌های ظاهری. در عین اینکه سگ کورگی میتونه یه حیوان خونگی کوچیک و زیبا برای شما محسوب بشه، یه نگهبان قوی و سرزنده هم هست. جالبه بدونید شخصیت ورزشکاری داره و بدون نیاز به محبت شما رو در همه حال همراهی میکنه. شاید به همین دلیله که با وجود هیکل کوچیکش یکی از محبوب ترین نژادهای گله در جهان هم محسوب میشه. پاهای کوتاه اما قدرتمند، رانهای عضلانی و سینه پهن اون رو همیشه آماده انجام کارهای سخت کرده. معمولاً عرض شونه کورگی ها به 28 تا 30 سانتی متر و وزن اونها به 10 تا 13 کیلوگرم هم میرسه. نوع پمبروک به طرز شگفت آوری سریع و چابکه. رنگ اون میتونه قرمز، سموئی، حنایی، سیاه یا قهوه‌ای تیره باشه. مؤسسات و سازمان‌های نژادی استانداردهای مشخصی رو برای نژاد ولش کورگی پمبروک تعریف کردن. یکی از این استانداردها اینه که این سگ نباید دم داشته باشه. ولی نکته جالب اما کمی ناراحت کننده اینه که ولش کورگی ها در واقع با دم متولد میشن، اما به خاطر رعایت استانداردهای نژادی دم توله ها بین 2 تا 5 روزگی بریده میشه تا این سگ از نظر ظاهری بامزه تر و جذاب تر باشه. جثه و وزن سگ کورگی کاردیگان کمی بیشتر از نوع پمبروکه و حدودا بین 11 تا 16 کیلوگرمه. از نظر طرح و رنگ ظاهری هم یکم با هم متفاوته. بهترین و سریع‌ترین راه برای تشخیص نوع کاردیگان نسبت به پمبروک بررسی بخش پشتی سگ کورگیه. نوع کاردیگان دم کشیده‌ای داره، در حالی که در مورد پمبروک چنین حالتی نیست. بریم سراغ خصوصیات رفتاری. واقعا سگ ولش کورگی کاردیگان نوعی شاهکار برای پرورش دهندگان حرفه‌ای سگ محسوب میشه، چون از نظر ظاهری واقعا یک حیوان خونگی زیباست و از نظر رفتاری اونقدر صمیمی و شیرینه که از همراهی باهاش لذت میبرید. سگ‌های با بدن کشیده، پاهای کوتاه، سینه‌های جلو اومده و پرقدرت که دویدنشون میتونه به سرعت یک روباه باشه. پمبروک هم یک سگ باهوش و حساسه که از بازی با انسان‌ها لذت میبره و به خوبی آموزش پذیره. همیشه مراقب، نترس و مستقله. بنابراین اگه بتونید همزیستی مناسبی با این سگ خونگی برقرار کنید، از نظر وفاداری و مهربونی گزینه بهتری از سگ ولش کورگی پمبروک پیدا نمی کنید. سگ ولش کورگی یک نگهبان آموزش پذیر، وفادار و هوشیاره که به خاطر هوش اجتماعی خاص خودش روابط اجتماعی خوبی با کودکان و سایر حیوانات خانگی داره. عاشق فضای بیرون از خونه است و تو این فضا رشد ذهنی و جسمی بهتری از خودش نشون میده. پس بهتره طول سگ خودتون رو مدام بیرون ببرید. نوبتی هم باشه، نوبت شرایط نگهداریه. معمولا سگ کورگی پمبروک موهای پرپشت و نرمی داره. البته موهای خارجیش از نظر ضخامت کمی متفاوت هستن. ریزش مو تو این نژاد طبیعیه و هر روز ممکنه میزان قابل توجهی از موهای خودشون رو از دست بدن. این مسئله به خاطر ریزش فصلی در اواخر بهار یا اوایل تابستون تشدید میشه. توصیه میکنم برای حفظ سلامتی جسمی و روحی روزانه سگ کورگی رو با پیاده روی های طولانی یا دویدن های آهسته ورزش بدید. ولش کورگی کاردیگان به عنوان یک سگ بسیار سازگار شناخته میشه و اگه اهل پیاده روی، تماشای تلویزیون و حتی خوردن پاپکورن هستین، حیوان خونگی خوبی انتخاب کردین.
فقط اینکه دقت کنید چون پاهای کوتاه و بدن کشیده‌ای داره، بهتر موقع بالا رفتن از پله‌ها و پریدن از جایی مراقب باشید که به کمرش آسیب وارد نشه. فلش کورگی سگ باهوشیه و آموزش دادن بهش کار آسونیه چون به راحتی تمام فرامین رو یاد میگیره. در مورد سلامتی این نژاد هم باید بگم که اصولا بیماری نژادی حادی در سگ کورگی مشاهده نمیشه. فقط پرورش دهنده ها باید از نظر شرایط سلامتی مانند دیسپلازی آرنج و لگن، اختلالات بینایی و مشکلات قلبی وضعیت ولش کورگی رو بررسی کنند. بهتر در مورد نوع تغذیه سگ کورگی کمی وسواس به خرج بدید و یه غذای با کیفیت و مورد تایید دامپزشک براش تهیه کنید. در آخرم اگه بخوام این نژاد رو به صورت خلاصه تعریف کنم، باید بگم که یک حیوان خونگی عالی و مستقله که نگهداری از اون دردسرهای زیادی نداره. در عین حال نگهبان خوبی هم هست و میتونه با اعضای خانواده شما ارتباط خوبی برقرار کنه. دمتون گرم که تا این ویدیو رو تماشا کردید. ازتون میخوام نظرتون رو درباره این نژاد برام بنویسید و توی کامنت بگید ویدیو بعدی در مورد چه نژادی باشه. لایک و سابسکرایب کردن فراموش نشه و همین دیگه، دمتون گرم، خیلی مخلصم.